آرمان، سوال تو چیه؟ یعنی صحبت تو چیه؟ یادت هفت نه روز خورده پیش داشتیم صحبت میکردیم در مورد خدایی که وجود داره؟ خدایی که وجود نداره؟ کدوم؟ نه بگو. نه نه نه، خدایی که وجود داره، اللهی که وجود داره. یادت صحبت میکردیم آخر برنامه بودت، وقت نشد، گفتم بعدن صحبت کنیم. در بگو. مورد نورونا یادم... صحبت کردیم. یادم نیست. یادم بیاد. آها. مثلا یه دونه سیب من میبینم، بعد بین نورونا می ارتباطاتی برقرار میشه و میدونم مثلا یه چیزی که گرد و قرمز و از درختی با این ابعاد آویزونه، این مثلا سیبه و این به خاطر اون ارتباط بین نوروناییه که تو مغز من هست. بعد من اینو به تو انتقال میدم و تو هم اونو متوجه میشی و این سیب به صورت مجازی بین من و تو برقراره، درسته؟ به خاطر ارتباطی که بین ما هست و ما اینا رو نسل به نسل به بچه هامون کم کم آموزش میدیم، اسمشو میگیم، ویژگیاشو میگیم، تأثیراتشو میگیم و همین، به همین نسبت یک خدایی هم وجود داره بین مسلمونا، بین مسیحیا، بین هر دینی که تأثیر گذاره و عقیده خدا قدرتش، آفرین، قدرتش هم به تعداد اون نورونا و ارتباطی که بینشون وجود داره است. آها بله، عقیده خدا وجود داره. آره. این با خود خدا خیلی فرق داره. آره، بله، عقیده خدا وجود داره و خیلی هم بسیار تأثیر داره رو جامعه، قبول دارم. آره. و حالا واسه اینکه بخوای اینو از بین ببری، باید بشناسیش، بعد با تک تک و نورونا صحبت کنی و درست. مثلا این خدایی که مسلمونا دارن یه اسطوره مخلوط خوب و بده. هر من میگم همش بده. نه، چون اگه همش بد باشه کسی سمتش نمیره. ظاهری خوب و بده ولی تأثیرش بد. آره، بیشتر میشه بگی تا موقعی که قدرت نداره. من منظور من اینه که بگو. نه، من ببین، من قبول دارم که تو اسلام یه سری عقاید خوبی هم وجود داره و یک سری حرفای خوبی هم زده شده و این اسلامو بدتر مثلا میکنه اصلا. میروزم چه؟ چون یک همه عقاید بدش پایدارش میکنه. دقیقا، یعنی حتی اون حرفای تک و تو حرفای خوبی هم که زده خطرناکترش میکنه و همین کلا بدترش میکنه. آره دیگه، تا موقعی که قدرت ندارن میگن مثلا بمب اتم مثلا داشتنش هم خوب نیست، چرا باید چیزی داشته باشی که هزینه داره ولی نمیتونی استفاده کنی؟ ولی وقتی که میخوای داشته باشیش، قدرتشو داری که داشته باشی، یهو یه آیه پاپ اوت میشه که باید از تمام توانتون استفاده کنین تا همپای دشمنانتون باشین، تا دشمنانتون بترسن. نه، منظور چیه؟ من منظورتو نمیفهمم. چرا ربطی یه حرفات یه ذره خطرناک بنظرم؟ چی داری میگی؟ منظور چیه؟ نه، این میگم که تا موقعی که قدرت ندارن حرفای خوب میزنن، حرفای مهربونانه میزنن. وقتی که قدرتشو دارن که بخوان یک کاری رو بکنن، یک آیه حدیثی، یک تفسیری میارن تا بتونن حتی به بمب اتم هم برسن. حالا اینقدر این اسم این بمب رو نگیر، برای اینکه یوتیوب حساسیت داره. ولی یه چیزی بگم، این اصلا انتظارم از عمدم اینجوری نیست و انتظارم ما نباید داشته باشه. یعنی فرگشتی اینجوری شده. درسته، یعنی شما هر گروهی رو نگاه بکنین، رفتارش وقتی که تو قدرت هست با رفتارش که تو قدرت نیست خیلی فرق داره. خب، و احتمال این زورگویی هم وقتی که تو قدرت هست بیشتر میشه. خب، و ادیان مختلف هم آیاتشون انقدر زد و نقیز داره که معلومه که آیه هایی که استفاده میکنن موقعی که تو قدرت نیستن با آیه هایی که استفاده میکنن موقعی که تو قدرتن
فرق داشت، اینم فرق خواهد داشت و اینم از عمد نخواهد بود، یعنی خودش به خود یعنی معلومه که اینطوری میشه. میدونی این در طول دوره زندگی یک پادشاهی، یک حاکمی، کسی نوشته شده و برگرفته از زندگی یک شخص بوده، بخاطر همین توی دوره ای که قدرت نداشته و داشته طرفدار جمع می کرده اون تایم خیلی مهربون بوده. نه چه سگ خوشگلی. آره خیلی. بزرگ دامی آرمان جون حواستو باز کرد، بگو داشتی میگو. من یه چیزی هم در با آرمان داشتم، یه حرفی داشتم، حالا بذار تموم بشه. یه ذره میکروفونتو بیار نزدیکتر، همین الان بگو. بگو در مورد دفعه قبل یه صحبتی شد، من گفتم که اینایی که میان بحث میکنن باید یه پیش زمینه داشته باشه، هر که همه دوباره نمیشه از سر نو ما شروع کنی. آرمان اومد بالا گفتش که مجید که اینجوری گفته، خب هر کسی یه حد و حدودی داره، حالا آدم خودشو بالاتر نمیتونه ببینه یا پایین تر. منظور من اصلا این نبود، من که اصلا سطح خودم نمیتونم مثلا بگم من بالاتر کسی یا پایین تر کسی، اما ما در مقام بحث داریم میگیم، کسی که میخواد بیاد الان بشینه توی یه برنامه بحث بکنه در مورد مذهب، دین، خدا، بالاخره باید یه پایه‌ای داشته باشه. من داشتم برنامه وریا رو میدیدم، وریا میگفتش که اگه کسی میخواد بیاد بالا مثلا حداقل اینو رفته باشه خونده باشه یا اینو دیده باشه که بیاد بالا بشینیم با هم بحث کنیم. بالاخره باید تا یه جایی باشه، آخه نمیشه که تا سطح تو مثلا تو بحث بیارید زیر زمین شروع کنید. بو آقا تو اعصاب همه رو هم خرد میکنه، بالاخره هر کسی تا یه جایی، ولی خب تو وقتی میای تو بس فرق میکنه. اینو میخواستم بگم، بگنه معلومه خب آدم ها سطحشون بالا پایین داره، مخصوصا وقتی دینی میشه. حالا نظرت چیه؟ جواب من درسته. آره باید یه ورودی، البته اینو فکرم عرف تعیین میکنه، یعنی بحث که میکنیم یک نفر که مثلا کلاس اوله نمیاد وارد بحث بشه خود به خود. به جان آرمان میاد، من دیدم خب بودم، آخه نمیگم که من یهو دیدم ای بابا ما باید برگردیم بریم دوباره، میگه نمیدونم تو قرآن نوشته، وای باید میدونی چقدر این طولانی میشه از اونجا بخوایم شروع کنیم. به هر حال یکیش این بود، یکم که در مورد دروغ هم بگم که دروغ من دروغ گوترین آدم دنیا رو اونی میدونم که میگه من هرگز دروغ نمیگم یا نخواهم گفت. اصلا شما نمیتونی پیش بینی کنی یا نداشته باشی شرایطی که باید دروغ بگی اونجا. من برات 100 تا مثال میزنم. من فیلم شنایدر لیست رو دیدی؟ نه. آرمان دیدی؟ شما ندیدی؟ شنایدر لیست رو ندیدی؟ دیدم شنایدرز آره دیدم. من دیدم اون بیزینسمنی که میره تو اس اس ها بعد میره کارخونه باز میکنه تو چک، این حقیقتا کارخونه یغلبی سازی، یعنی هم ظرفای سرباز، ظرف برای سرباز، برای آلمانیا، بعد از جهود از یهودیا کمک میگیره، از همینایی که اینا گرفته بودن. کار به جایی میکشه که گریه میکنه، میگه انگشتر من میتونه 3 نفر نجات بده یا فلان. اونجا تو اون فیلم نشون میده اس اس ها دنبال یه نفرن، میره خونه یه کشیشی که هرگز در عمرش دروغ نگفته بود و اینا یه خانواده بودن، میرن اونجا اینا رو تو زیر زمین جا میده. اس اس ها میان تو ازش میپرسن اونجا آیا باید اون کشیش دروغ میگفت یا نمیگفت، کسی که هرگز هم در عمرش دروغ نگفته. اینجا بحث حقیقت و واقعیت، بعضی وقتا شما باید واقعیت رو زیر پا بذاری به خاطر حقیقت، چیزی که حقه. اگه حقیقت برگرفته شده از حقه، مثلا اگه یک ظالمی میاد و میخواد از شما مثلا بپرسه بگه فلان مظلوم کجاست، شما اگه واقعیت رو بگی حقیقت رو زیر پا گذاشتی.
آره من کار به دروغ و اینا دارم فعلا، اون موضوع حقیقت. و اینو فکر کنم آرون جان برعکسش هم میشه گفت، چون حقیقت اونیه که هستش اونجا، اونا هستن، ولی در واقعیت این نباید اینو بگه، متوجه میشه؟ یعنی نباید اینو واقع کنه این اتفاق. ما داریم با معنی کلمات یه ذره اینجا فکر کنم بازی میکنیم، حقیقت با چیزی که به حق فرق میکنه. حقیقت یعنی چیزی آره. که من یه مقدار داریم چیزی که من فکرم بستگی من معنی کلمات داره تا که حرفامون درست باشه یا نه. درسته، ولی منظور من ممکنه چیزی که حقیقت نداشته باشه رو بگم برای اینکه به حق، برای اینکه طرفدارش یعنی حقیقت معنیش به حق بودن نیست، حقیقت معنیش همون واقعیت. فکر کنم حقیقت نه، حقیقت با واقعیت اون چیزیه که اتفاق میفته جلوت، حقیقت اون واقعیت ممکنه چیز دیگه ای باشه. ممکنه شما توی رانندگی یه نفر بیاد و مقصرم باشه بزنه به ماشین شما و شما بگی آقا این اینجا اومد خورد به ماشین، این واقعیت هم. حقیقتش این بوده که شاید تو اون ماشین یه نفر گلو یه نفر رو گرفته داره میکشه و اون اومده، خب اینا رو دیگه نمیبینی پشتش، اون حقیقت اصل، اون اتفاق به این دلایل افتاده، ولی واقعیت این بوده که یه تصادفی اونجا شد. و این اینو تو لایو چت به من بگین، تو لایو چت شما نمیدونستین حقیقت و واقعیت با هم فرق داره؟ من نمیدونستم. من حقیقت با واقعیت آقای من جان فرق میکنه. حقیقت خب من دارم یاد میگیرم از شما، من نمیدونستم. خب نه من آقای ما باید بریم سراغ ما، چون دانیال و قاسم و نویدم هستن. بگو آرمان حرف بگو. اینجوری که یادم بود، حقیقت چیزی که باید باشه و واقعیت چیزی که هسته. حالا نمیدونم حقیقت اون چیزی که نه من نمی... ببین من اگه بگم، ببین من اگه بگم که چه میدونم، آیا آرمان دیروز اومد توی مهمونی، بعد من بگم آره، بعد مجید هم اگه مجید بگه نه این واقعیت نداره، با مجید بگه که نه این حقیقت نداره، جفتشم برداشت مردم یکی میشه. نه این حقیقت نداره با این واقعیت نداره برداشت. از لحاظ تحصیل لفظی توی عام میخوای بگی ممکنه اینا با هم صحبت میکنم، ولی ما داریم در مورد معنای حقیقت. شما وقتی الان به کائنات نگاه میکنی واقعیت رو میبینی، ولی حقیقت اون نیست. حقیقت 8 دقیقه پیش مثلا خورشید یه چیز دیگه است، الان حقیقت اون خورشید اون نیست، ولی واقعیت اینه که شما داری میبینی خورشید داره میتابه و همینجور دورتر و دورتر میشه. خب ببینید شما توی لایو چت دارم من میگن حقیقت میشه truth، واقعیت میشه reality. اگه حقیقت میشه truth، خب پس اینکه پس حقیقت به معنیش نیست که یه چیزی به حق یا به حق نیست. نه اصلا به حق بودن کاری نداره. خب ببینید truth با reality خیلی نزدیکه به نظر من، چون truth یعنی چیزی که با حقیقت، truth یعنی چیزی که بر اساس reality‌ه. یعنی تو انگلیسی truth چیزیه که بر اساس reality‌ه. اگه پس به هم اگرم معنیشون فرق داشته باشه به هم ربط دارن. ولی آرمین ببین توی دادگاه، مثلا توی دادگاه یارو رو میارن برای یک جرمی، درسته؟ بعد میرن دنبال حقیقت قضیه. چرا؟ اینی که واقع شده این بوده، اینی که جلو چشم بوده مردم دیدن، حقیقت چی بوده اینجا؟ اگه این ترجمه ها درست باشه، اگه ترجمه حقیقت میشه truth و واقعیت میشه reality، تعریف حقیقت میشه اون چیزی که بر اساس واقعیته. حتما یه چیزی واقع شده، حقیقت پشت واقعیت هم میشه. خب پس به هم وصلن دیگه. حتما وصلن، ولی دو تا چیز متفاوتن. چیزی که واقع میشه حتما حقیقتش اون نبوده، ممکنه چیزی دیگه باشه. خب آرمان جان، قاسم هم قاسم سلام. قاسم همیشه به من لطف داره، خیلی هم سلام قاسم. سلام آرمان جان، مخلصم آرمان آرمین. آقا مخلصیم. آقا مجید سگت خیلی قشنگ بود، اول پرانتز بگم لذت بردیم از دیدنش. آقا در مورد این حقیقت و واقعیت، حالا مخلصه معنی لغویش، خب حقیقت میشه truth، reality هم میشه واقعیت. یعنی حالا به حق بودنی که شما گفتین، به حق بودن میشه rightful بودن که مثلا با truth فرق میکنه.
این چیزی که حق داره معمولا مربوط به قانونه، رایتفول به حق بودن، ولی واقعیت از واقع شدن میاد دیگه، اون چیزی که اتفاق افتاده، اون چیزی که در واقعیت وجود داره، حالا ما ازش مطلع باشیم یا نباشیم اون واقعیت وجود داره. اون حقیقتی هم که ببخشید حقیقتی هم که گفتیم توی دادگاه دنبالشن، اون حقیقتیه که در واقع در بین ادعاهای مختلفه، میخوام ببینم کدوم به واقعیت نزدیک تره که اون میشه حقیقت. در واقع حالا اون قسمی هم که میخورن توی دادگاه، حالا یه مقدار وارد تعریف کلمات شده به نظر من، یه مقدار نمیدونم واقعیت یعنی چیزی که ببینید، من فکر کنم اگه واقعیت میشه ریالیتی، خب معنیش اینه که چیزی که هست مستقل از اطلاعات کسی در بریو، خب میشه واقعیت. خب مثلا فرض کنیم که این سنگ از اون بزرگ، این سنگ بزرگتر باشه، خب این سنگ از این بزرگتره، این واقعیته، خب و این یه ریالیتیه. خب اطلاعاتی که وجود داره درباره این که این سنگ، یعنی اینا اگه به شکل اطلاعات در بیاریم که جمله ها، اگه معنی حقیقت، ببین حقیقت ربطی به حق بودن نداره. من فکر کنم شما موضوع دادگاه دارین صحبت میکنین، چون اگه ترجمه حقیقت truth میشه، پس رفتی به یعنی شما فکر کنم درباره دو تا چیز مختلف حرف می‌زنید. شما در مورد حقیقت و چیزی که به حق هست اینا چون ریشه شون یکیه، معنیش این نیست که به هم ربط دارن. اگه ترجمه حقیقت میشه چی میشه؟ آره ترجمه فارسی چیه که جدا میشه. ببین حقیقت اگه معنیش میشه truth، یعنی جمله، این جمله حقیقت داره. سنگ، ببین سنگ A از سنگ B بزرگتره، این یک واقعیته که مستقل از نظر ما تو طبیعت وجود داره. جمله‌ای که ما میتونیم درباره این موضوع بگیم که سنگ A از سنگ B بزرگتره، این جمله حقیقت داره برای اینکه بر اساس یک واقعیته. یعنی اگه ترجمه انگلیسیش true for reality بشه، پس انگلیسی فارسیش هم همینجوری ارتباطش. آرمان جان اون حقی که شما میگی اون از حقوق میاد، حق از حقوق میاد، این حقیقت با واقعیت اینا به هم باید با هم باشن، ولی همیشه چیزی که میبینی حقیقت نی، حقیقتی نیستش که پشتش ممکن باشه، یه چیزی که واقع واقعیت شده هم واقعیت هم همینه. شما چیزی که میبینید اتفاق واقعیت ممکن میشه، این واقع است، اونی که میبینی یا حس میکنی با حسای پنجگانت حس میشه، خب ولی حقیقتش ممکنه چیز دیگه ای باشه، پشت این واقعیت یه حقیقتی همیشه خوبه. خطا پذیرن آقا جون. آره. حواس انسان. مدبر واقعیت هم میتونه همین بگه. پذیرن. واقعیت اون چیزیه که مستقل از درک. میدونم دیگه، برای همین میگم دیگه. مثلاً... میگم واقعیت رو شما با حست میگیری، واقعیت نه. پشت اون حقیقته. یه سری واقعیت رو ما میبینیم یا میشنویم. حقیقت در مورد یا میبینیم یا میشنویم یا لمس میکنیم. اینا رو واقع میشه دیگه. حقیقت در برای ادعاست، واقعیت در برای واقعاته، در مورد یک جمله اصطلاحا بهش میگن یک گزاره، یک گزاره ای که مثلا حالا این حقیقت هست یا نیست. درسته. در مورد گزاره بهش میگن. آها اون کشیش آخر باید دروغ میگفت یا نه؟ در این مورد من خیلی چیز ندارم. ببینی این بحثی که چیزی من گفتم آقا فیلمش فوق‌العاده است. آقا جون شما بحثا رو دارین با هم قاطی میکنین. اینکه این کار، این کشیشه باید چه کار میکرد با بحثش با اینکه واقعیت و حقیقت چیه فرق داره. خب اینکه ما آیا باید دروغ بگیم یا دروغ نگیم، آیا چیزی که واقعیت داره یا چیزی که حقیقت داره رو باید بگیم یا نگیم، با اینکه واقعا چی حقیقته و چی واقعیته، این دو تا بحث کاملا جدا هست. فرق میکنه. دروغ با اون فرق میکنه. دروغگویی داشتین میگفت. ولی خب آرمان یه رب تو حق گفت حق و حقیقت، حق و حقیقت با هم جور در نمیاد، اون از حقوق میاد. یه مسیر انحرافی با هم رفت. بچه ما بریم سراغ از تعریف کلمات بریم بیرون دیگه، مگر نه دیگه میمونیم توی این بایسه بایسه آره من آرمان خدافز من میذارم بذار بذار